بقیه قصه آن زاهد کوهی کی ناز کرده بود کی میوه کوهی از درخت باز نکنم و درخت نفشانم و کسی را نگویم صریح و کنایت کی بیفشان آن خورم کی باد افکنده باشد از درخت اندر آن که بود اشجار و سمار بس مرودی کوهی آنجا بیشمار گفت آن درویش یا رب با تو من عهد کردم زین نچینم در زمن جز از آن میوه که باد انداختش من نچینم از درخت منتعش مدتی بر نظر خود بودش وفا تا در آمد امتحانات قضا زین سبب فرمود استثناء کنید گر خدا خواهد به پیمان برزنید هر زمان دل را دگر میلی دهم هر نفس بر دل دگر داغی نهم کل اصباح لنا شأن جدید کل شیء ان مرابدی لا یهید در حدیث آمد که دل همچون پریست در بیابانی اسیر سرسریست باد پر را هر طرف راند گزاف گه چپ و گه راست با صد اختلاف در حدیث دیگر این دل دان چنان کب جوشان ذاتش اندر قازغان هر زمان دل را دگر رأی بود آن نه از وی لیک از جایی بود پس چرا آمن شوی بر رأی دل عهد بندی تاب شوی آخر خجل این هم از تأثیر حکم است و قدر چاه میبینی و نتوانی حذر نیست خود از مرغ پران این عجب که نبیند دام و افتد در عتب این عجب که دام بیند هم وتد گر بخواهد ور نخواهد میفتد چشم باز و گوش باز و دام پیش سوی دامی میپرد با پر خیش